شما هر چه گویم ز من بشنوید اگر کار بندید شوید یا بشنوید و خورم بوید شما هر چه گویم ز من بشنوید اگر کار بندید قررم بوید یکی ژرف بین است شاه یمن که چون او نباشد به هر انجمن همش گنج و همش گنج بسیار و هم لشکر است همش دانش و رای و هم افسر هست. همش گنج بسیار و هم لشکر است همش دانش و رای و هم افسر است نباید که یابت شما را زبون نباید که یابد شما را زبون به کار آورد مرد دانا فضو درود به شما برنامه شماره 43 و رو از تلویزیون ملی پارس پیشکش شما میکنیم امیدوارم خوب و خوش باشید و روزگار رو به خوبی گذرانده باشید در برنامه پیشین دیدیم که ج... یا برنامه های پیشین پادشاه فریدون جندل رو برای فرزندانش که به خودش پنجاه سال شده بود سه فرزند داشت که اینا در خور پادشاهی بودند و انسان پنگام که به فرهنگ ایرانی نگاه میکنیم میبینی که فرهنگ ایرانی جوانگراست پس اینها باید و به به, به پادشاهی برسن بر تخت بشینن و به پادشاهی برسند برای اینکه به پادشاهی برسن پس یه خانواده ای هم داشته باشند که این از آزمایش که در خانواده میکنه به خانواده بزرگ میهن خودش هم نگاه بیاندازد جندل رو فرستاد گفت برو و بگرد بگرد جهان و پیدا کن نگفت به گرد ایران گفتی جهان گچه اون روز اون هفت کشور رو جهان میدانستند در جاهای گوناگون اومده و هفت کشور زمین میگفتند در اوستا و در صورتود دیگر هم داریم که نیایش هایی هست هفت کشور زمین به روی جانر رفت و در همه دهکانان ایرانو که رفت و گشت پیدا نکرد و. به سوی یمن شاه یمن رفت شنید که اون سه دختری با ویژگی هایی که فریدون شاه گفته داره رفت اونجا و از اونجا خواستگاری کرد اون میخواست ندهد دید نمیشود و باید بدهد و اینک دنبالی داستان رو پی میگیریم نخست سپاسگزاری کنیم از جناب مهندس شجره که چراغ این تلویزیون رو روشن گذاشتن و این چند دهه هست که داره کار میکنه و امیدوارم همچنان پا بر جا بماند از بانوی جوان بانو مرجان نقوی سپاس گذارم از سرکار امیر شهرتی هدایتگر برنامه و دوستان دیگری چون سپهر خسروی و سرکار اسی که بازپخش برنامه رو بر دوش دارند به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر, بر نگذرد خرد بهتر از هر چیز داد ستایش خرد را به هز داد تو این را دروغ و فسانه مدان به یکسان روش زمانه مدان یا به یکسان روش در زمانه مدان از او هر چند در خورد باخرد دیگر بر ره رمز معنی خب بچه آورد نشوند و سروت هایی که پیش از این خوندم بهشون گفت که به من گوش بدهید چرا میگوید چون من راز و رمز پادشاهی میدونم آموخته شدم من پیش بزرگان آموخته شدم اینک به شما میگویم که به آنجا میروید اون نمیخواد دخترش به شما بده و بهانه میاره و کارهایی میکنه پس به من بشنوید اون آدم جرفبینیه ببینین برخورد چگونه است در فرهنگ ایران زمین پادشاه میدونه که اونجا میره و بچه هاش میتوانند دچار دشواری بشن با این روی باید بیاموزند که با دشواری روبرو بشن یک شاه یک شاهزاده یک سیاستمدار باید بتواند که برخورد بکنه با اینها و بیاموزه و خودش رو نبازه نباید که زبون یافته بشه بهش گفت پس اینها رخ میده شما داشته باشید و در اونجا بدانید که چه باید بکنید خب این رفتن پیش اونو سر پادشاه یمن به گفتگو نشستند و ازش خواستند که درود فریدون رو بپذیر و به روی به روز نخستین، یکی بازگاه بسازد شما را دهد پیشگاه این هنوز دنبالی اون سخنه میگه شما که میرید اونجا روز نخستن یک بازگاهی درست میکنه و شما رو پیشگاه میده شما رو میپذیره سه خوشید رخ را چو باغ بهار بیارد پر از رنگ و بوی و نگار سه دخترش رو میاره ببینید با شاهنامه رو نگاه میکنیم سه زن رو داره میگه سه بانو رو داره میگه سه خورشید روح رو میاره ببینید زیباترین نام ها در ایران زمین نام بانو چرا که جایگاه اون هست من در کتابی که به نام بانوان زن در تاریخ فرهنگ ایران و شاهنامه در فرهنگ ایران زمین و شاهنامه اینو خواهم نوشت باز میکنم این نکته ها رو سه خورشید رخ را چو باغ بهار این سه تا خوشید رخ که چه هستند که هیچی همچی که میان مانند باغ بهار پر از زیبایی هستند بیارد پر از رنگ و بوی و نگار پس بعض میاره و این ستا رو میاره نشانت بران تخت شاهنشهی سه خورشید رخ را چو سر به سهی پس اینا رو میاره اونجا میشونه و شما مهیای این باشید آمادگی داشته باشیم به بالا و دیدار هر سه یکی ما امروز دیدار رو میگیم ظاهر به بالا و دیدار هر سه یکی که از مه ندانند باز اندکی کسی نمیتونه کدوم ما مه کهتره کدوم ما که مه و از که نمیدونه اینک من به شما میگم چه جوریه چرا چون خودش هم پادشاه خودش آموزش دیده و میداند که این روش ها چگونه میتواند کار کند از این سه از این سه تا کهتر رو میندازه پیش یادمون باشه که خود فریدون هم سه تا برد، دو تا برادر داشتن سه تا برادر بودن دو تا برادرش از این بزرگتر بودن در داستان میاد میگه این در داستان سیامک هم میبینیم که انگام که سیامک کشته میشه میماند کیومرس تا فرزند این بهرهی برای پادشاهی داشته باشه از این هر سه این نگاه جا... جوانگرایانی فرهنگ ما از این هر سه کهتر بود پیش رو مهین از پس و درمیان ماه نو پس این ستاره اینجوری میکنه کوچکتر میندازه پیش بزرگه تی تی میانه هم که در میان است پس با نگرش با مهیایی و آمادگی باید شما بتوانید یک کشور رو اداره کنید و این آموزش ها و پند های نهفته که داره به اونها میده چرا؟ برای اینکه انگامی که میآید و تخت پادشاه میشیند بسیاری از کارها رو باید بتواند بداند چه کار میکنه با دید روشن به اون نگاه کنه این آموزش گام به گامه اینک ببینید اینها رو چگانه چگونه می نشیند نشینت کهین کهتر کوچکتر نزد مهتر پسر چون شما که نمیدونید کدوم بزرگترن کدوم کوچکتر هر سه یک جونن یک جورن یک گونن دانششون خوبه خردشون یکی زیباییشون یکی آموزش هاشون یکی نشاند یا نشینت کهین نزد مهتر پسر مهین ماه مهین ماه اون دختری که مانند ماهه که مهتره نزد کهین تاجور اونو میذاره پیش پسر کوچه که ایرج اینجا میدونی بیانه همهن در میان بدان کت دانش نیاید زیان از دانایی زیان نمیتونه بدان میانه نشینت در میان بدان کت دانش نیاید دید. اینو بدون از دانستن کسی زیان نمیبینه این رو مسکو نیاورده ما پایین تر که بریم پیرامون چهل سرود رو میدونیم از اینجا مسکو نیاورده است اونهایی که شاهنامه مسکو رو دوستان به کار که من دو تا از بچه ها رو میشناسم دست کنم. خب میانه نشینت همان در میان بدان کت دانش نیاید نشان بپرسد شما را کزین سه همان بپرسد شما را کزین سه همان کدامین شناسید مهتر به سال ها بزرگتره بزرگتر اینها روش های آزمودن میان کدام است و کهتر کدام بباید به دینگونه تان نه به این گونه که من میگم بگید که کدوما میانه است کدوما کوچکتر کدوما بزرگتر و چگونه است شما چه کار میکنید بگویید کان برترین کهتر است اونی که برتر نشسته در بالا اون کهتره کوچکتر است مهین را نشسته نه اندر خور است اون که نشسته پیش مهین پسر بزرگ مهین را نشسته نه اندر است اون در اون نیست برای این که اون بزرگتر دختر بزرگتر میان خودن در میان است راست آمد تو را کار و پیکار کاست بگیر که این اونجوریه خب پس آموزش چه فرهنگی بسیار ارجمنده اگر که ما در کارهامون آموزش نبینیم و آموزش ندهیم و تنها بشنویم و گمان میکنیم که این گفته است و آن گفته است خودمون سخنگو میشیم و دانشور و دانشمند چون این نیست باید پژوهش بکنیم از دانندگان بپرسیم و پی ببریم دنبال میکنه سخنش رو به دینگونه رانید یک در سخن ز خورشید رویان سر چمن در باره خورشید رویان سر چمن باز نگاه کنید دختران شاه یمن رو داره میبین اینا یمن زیر فرمان پادشاهی ایران هست شاهنشاه ایران هست خاک ایران نیست با این روی هنگامی که داره اونا رو میگه خورشید رویان سر چمن رو داره میگه اینو نه خالقی نه جربون نه دغنا نه مسکو نه جونیدی هیچ کدوم نیاورده بودن این سرود بمانید با یکدیگر این هم داره باز اونها نیاوردن و یه دو تا سرود سه سرود, سرود پس از این هم نیاورده بمانید با یکدیگر هم سرای با هم در یک سرای بمانید این سرای ما امروز بهش میگیم خانه ای که ما میگیم اتاقه اتاق ما امروز به خانه میگیم اتاق که در تاشکستان اگه بریم نمیگن اتاق یا خانه میگن آشیانه آشیانه همون خانه است خود اون چیزی که ما بهش خانه میگیم سرای که ما داریم در مهمان سرای کاروان سرای شما پس در یک سرای یا به گفتی امروزی در یک خانه بمانید چراشو پی میبرن ما باشید با یک دیگرشان جدایی با از همدیگه و از اونها سوا نباشید همیشه کنار هم باشید این هم باز نهی بودن بدین گفتنی های من بگروید همین رازهای های مرا بشنوید هم این رازها ها رو بشنوید هم به این گفتگوهای من گرایش پیدا کنید و پیش بینی کنید چه باید بکنید که فرهنگتان هست و ارج و هنر بنانید ای را این را همه در به در پس اینها رو با فرزندانش در میان گذاشت هر سه پسرم آماده میشن و راهی میشن که برن به سوی پادشاه رمن یمن گران و پاو کرس گوهر نهاده همه دل به گفته پدر ز پیش فریدون برون آمدند پر از دانش و پرفسون آمدند بجز جز رای و دانش چند در پسر را که چونان پدر پرورد این از پندهای شاهنامه است میگه بجز جز رای و دانش بجز جز رای و گزینش و دانستن چند در پسر را که چونان پدر پرورد هنگامی که چونان پدری فرزندی بپرورد بی گمان فروند دانایی میشود و در این برخورد سربلند بیرون میاد. اینک پسران راهی یمن می شود و به نزد سر پادشاه رمن میرن میخوان برن. سوی خانه رفتن هر سه چو باد شب آمد بخفتن پیروز و شاد اینم باز اون چند تن پجوهش کرد نیاوردن چه خورشید زد عکس بر آسمان پراکند بر لاژورد در قوان برفتند و هر سه بیاراستند و با خیشتن موبدان خواستند اینها رو افسوده میدانند که موبدان رو خواستند در داستان رستم و سهراب و تحمیده باز ما این داستان رو داریم که اینها دارن میرن دیگه موبد رو با خودشون کجا میبرند چون اونها خودشون آینه خیش رو دارن پس این ستا سرود هم میبینیم نیابدن خب کشیدن با لشکری چون سپه همه نامداران خورشید چه پس اینا لشکری به خودشون گرد آوردند و به راه افتادن به سوی یمن رفتند چون از آمدنشون شد آگاه سر سر پادشاه رمن هنگامی که آگاه شد که ایران اومده اینا دارن از ایران میان بیا راست لشکر چو پر تزر پر تزر تزر ما امروز بشمیم میگیم قرقاوی تظر نام زیبای پارسیه که میبینیم پرای رنگی و چشمای زیبایی داره تزر و بهش خروس کوهی هم میگوید پس لشکری فرستاد براشون رو از آشنا و بیگانه هم همراهش فرستاد فرستادن. اونها وارد یمن شدند به درون یمن که وارد شدند مرد و زن آمدند به پیش بازشان شدند آن سپر ماویند در یمن برون آمدند از یمن مرد و زن همه گوهر و زعفران ریختند همه مشک بامی در درآمیختند همه یال اسبان پر از مشک و می پراکنده دینار در زیر پی پس اومده بودن اینها با از پاول مشکینی که بوی مشک همه جا پراکنده می شد و هم پراکنده می کردن به زیر پاشون مانند گلریزان یه کاخی هم آراسته کردن براشون یکی کاخ آراسته چون بهشت همه از زر و سیم افکنده خشت که اینگاه این بسیاری بهشت بود که از زر و سیم که زر میشه امروز میگیم طلا که ما هنوز زرگری رو میگیم و تا به زر میگیم تلا به سیم هم میگیم نقره سیمین رو به کار میبریم رنگ برای بانوما همسر من. آنها هم سیم رو هم به کار میبریم با این روی میگیم نقره که ایرانی نیست به دیوای رومی بیا راسته چه ماویه بدون دران راسته و ببینین اینو باز مسکو جنرالی نیبردن نگاه کنه هنگامی که میگه اینو آراسته کردن باز دیوای رومیه دیوا اطلس اینها مال روم بوده و این زینهارداری و امانتداری فرهنگ ایرانی که هرچی از کجا آمده ما میگوییم و بیهوده از آن خود نمیداریم دادگری فرود آوری, از چ... فرود آ... آوریدن در آن کاخشان چو شب روز شد کرد گستاخشان پس آورد و در اونجا جایگاهشان داد ببینیم چه دختر چه کاری میکنه میره او دخترانشو و همان گونه که فریدون گفته میامه سپه بعد برون آوری نزده ها سه دختر چنان چون فریدون بگفت آورد این دختران هر سه مانند ماه تابنده بودن هر سه همانند بودن از زیبایی نمیشد به ایشان نگاه کرد به دیدار هر سه چو تابنده من نشایست کردن به دیشان نگاه از زیبایی سوخنی درشون نمیشد بهشون نگاه کرد این به دیدار هم باز گفتم به ظاهر به دیدار هر سه چو دیدار رو به کار ببریم فرزندان ایران که سرود میگید ترانه مینویسید برای خواندن خانش برای خونی و موسیقی به کار ببرید اینها رو بلند بالا رو به کار ببرید به جای بلند قد دیدار رو به کار ببرید به جای ظاهر نشستند هر سه بران هم نشان که گفتش فریدون به گردن کشان که فریدون گفت به این گردن کشان ناشت آخزادگان گردن از آن سه گران مایه پرسید مه مه مهتر مه سر پادشاه یمن ازشون پرسید که از این سه ستاره کدام است که پس مه پرسید کدام است که کدوم ها کچکترم. باز هم در اینجا میبینیم که این ستاره ماه ستاره از خورشید چهره این فرهنگ ایرانی فرهنگ ایرانی تو سر زن نمیزنه در فرهنگ ایرانی زن حامله نیست حمال نیست زن بارداره بار داره میوه داره این واژه ها بار خودشون داره معنی و مانای خودشون داره کز این که این کدام است که که این سه ستاره کدام است که میانه کدام است و که تر کدام بیارید بر این گونه بباید بر این گونه تان برد نام بر این باید, باید بایسته است که اینها رو بگویید بچه ها همون گونه که جوان همون گونه که پدرشون فریدون بهشون گفته بودن گفت و این نیرنگ این رو از, مین از میان برداشتن شاه من شگفت زده شد که این چه دانا هستن موسکو این رو نیه سرود پایینی شم نیه برده شاه من پی برد که نه اینا آگاهند و با آگاهی و دانایی آمدن پس دیگه دودی نمیکنه باید اندیشه دیگر بکنه چون این گفت آری همین است ره یا زه هر دو آمده است استاد حالقی آورده زه که همین است زه آفری مهین را به مه و که را به که پس بچه هاشو عروس کرد و کوچکتره رو به کچکتر داره میانه رو به میانه و بزرگتره رو به بزرگه هنگامی که کارشون درست شد و اون بازار و اون نیرنگ ها به پایان رسید سه دختر با سه رفتن دیگه اونم گفته بود در آغاز شاهی من گفته من اینو با آین کیش اگر چنان بشود و اله بشود و بله بشود من اینا رو با آین کیش این کارو میکنم و این هم به آین و کیش خودشون این کار کرد پس اونجا که دیدیم موبدان رو گفتن افسود دست و برداشتن بر این پایه هست هیچ نامی از موبد نیست سه دختر فرا پیش سه تاجور پس ببینید باز دختران دارن میرن بانوان دارن میرن پیش از پسران میرن با که اینا شاهزادگانی هستن فرزندان فریدون هستن یمن و پادشاه یمن در زیر دست پادشاه ایران با این گا با این روی این, گا این جایی که داریم میبینیم بانوان جای برتری دارند و پیش رو هند. سه دختر فراپیش سه تاجور رو خانشان پر از خونز شرم پدر را افتادن رفتن سوی خانه رفتن با ناز و شرم پر از رنگ رخ لب پر آوای نه خب این سر تازیان این آرام نمی نشیند و کارهایی میکنه که ما می بینیم و بهشون می رسیم که چه کارهایی میکنه. سر تازیان صرف شاهی من می آورد و می خاره کرد من می آورد و کسانی آورد که میخارگی بکنن و به رامش از راست بکشاد لب همی بود تا تیره برگشت شب اومد وایساد پیش اینها تا شب دیرهنگام باشه اینا خسته بشن مانده بشن و بخوابن خسته راستش به کمی زخمیه مانده آدم مونده میشه که هنوز ما لورا میگیم مونده نباشی من ننویی سه پور فریدون سه داماد اوی بخوردن می هر سه با یاد او به یاد فریدون می نوشیدن اینها ما همه روزم هم میگن که به سلامتی این به شادی به شادی پادشاه بیاده پادشاه نوشیدن اینا پس از دوران کوهن ما به این که میگیم به شادی شما به شادی برای نمونه فریدون شاه به تندرستی شما اینا از گذشته در فرهنگ ایرانی بوده چون فرهنگ شادخار و میخار می گسار و میخاره به دانگه که می جیده شد بر خرد خالقی و مسکو اینو کجا خواب آسایشان در خورد سبک بر سر آبگیر گلاب بفرمودشان ساختن جای خواب پس اینا که دید دیگه خوابالود شدن و دیگه خوابشون میاد و خستشون کرد و مستشون کرده در کنار آبگیری که اونجا گلهای گلاب بود که امروز نمیدونم چرا بهشون میگیم گل محمدی اینا گل گلابه چون این گل اصلا در عربستان بار نمیاد این بوفایه و اینها باید باشه به فرمودشان ساختن جای آب و براشون رخت خواب بندازن جای هاب. به پاری زیر گل گلفشان درخت به خفتان سه آزادی نیکبر پس اونها اونجا در زیر سه تا درخت اینها خوابشون برد و با خستگی هم که داشتن و میگساری که کرده بودن خب اینک ببینیم که کار میکنه پس اینا خوابیدن جا سر تازیان شاو افسونگران سر که میخواست افسونی به کار ببره این دختران رایزنانش بودند و چشم و چراغش بودند این نمیخواست اینا رو بذاره بره به هر بحانه ای اگر چه درگیری هم پیش بیاد میخواد یه راهی پیدا کنه که درگیری هم با پادشاه نداشته باشه چون با شاهنشاه چون بالاتر گفتش که من با این نمیتونم درگیر بشم سر تازیان شاه افسونگران یکی چاره اندیش اندر چه اندیشه کردن در آن پس اومد در این باره یک اندیشه ای کرد که چه باید بکنند برو اونا اومد از گلشن حسروی بیا راست آرایش جادوی پس اومد یک جادو جنبلی به کار ببنده اینو مسکو نیاورده پس یک کاری کرد که سرما بیاده مانند امروز که دیدی یک کاری میکنن که ابرا ببارن براورد سرما و بادی دمان بران تا بدیشان سرایت زمان اینو کاری کرد که باد بشه و سرما بشه و زندگی اینها به سر بیاد چونان شد که بفسورد هاون و راغ به سربر نیارید نیارست پرید زا پس این سرما کسی نمیدونست که این نمیدونست که این سرما چی میکند با این شاهزادگان اینک این سرما چه می کند با شاهزادگان و آیا می تواند این شاهزادگان ایران زمین را از میان ببرد یا نه چیزی است که ما در هفته آینده دنبال خواهیم کرد شادزی به رفسون استوار و پایدار خدا نگهدار